سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم نرم افزار مدیریت سفارشات محصولات تولیدی رو براتون شرح بدیم. تو این نرم افزار شما میتونید سفارش یک محصول رو ثبت بکنین و بگین که چقدر میخواین از اون تولید بکنین، چقدر تو موجودی دارین و اینکه زمان تولیدتون چقدر طول کشیده. و اگر این نرم افزار برای بار اول هست که باز میکنین، اینیبل ادیتینگ و اینیبل کانتنت اون رو حتما بزنید. وقتی که اون رو میزنید دیگه میتونید از این نرم افزار به راحتی استفاده بکنید. این نرم افزار از چند بخش تشکیل شده. یه بخشش فرم ورود داده ها هستش. یه شیت دیگه محصولات شما هست که موجودی و مقداری که تولید باید بکنید رو بهتون نشون میده. یه قسمتش گزارش سفارشاتی هست که داشتین و یه بخش دیگهش گزارش ساخت هست، یعنی فرایند تولیدتون هست. و یه گزارش دیگه مقدار حجم تولید شما هست که چقدر تولید کردید. و در نهایت تنظیمات هستش که میتونید یه سری مواردش رو سفارشی سازی کنید و جداول هستن که داده های خام رو نگهداری میکنن. و در آخر یه پیوت تیبل هم هستش اینجا که در واقع از این پیوت تیبلز ها استفاده شده تا این گزارشات رو ما بگیریم، که اگر خواستین گزارشات رو ادیت کنیم میتونین این پیوت تیبلات رو هم ادیت کنیم. خب بیایم اول از فرم شروع بکنیم. گفتیم که این نرم افزار برای مدیریت سفارشات محصولات تولیدی هست، یعنی من میتونم توی این نرم افزار یه سری سفارش ثبت کنم که از مشتری گرفتم، یا اینکه میخوام برای انبار داخلی مون رو تولید کنم و بعد زمان هر یک از این فرایندهای فعالیت‌هایی که برای تولید این محصول لازم هست رو ثبت میتونم بکنم و گام‌های اون رو جلو ببرم و بعد ببینم که آیا تو زمانی که میخواستم این تولید شده یا اینکه من تأخیر داشتم و بر اساس اون مدیریت کنم تأخیرهامو و زمانهای فعالیتهامو و ببینم باتلنک هام کجا هستش. و از طرف دیگه من میتونم ببینم که چقدر در حال حاضر موجودی دارم از این محصول، چقدر لازم تولید بکنم و واسه هر مشتری هم زمانهای مختلف داشته باشم. خب بر اساس سفارشات محصول که ما داریم ما چند نوع میتونیم سفارش داشته باشیم. یکی اینکه مشتری اومده سفارش داده، من همون سفارش رو میبرم توی تولید و براش تولید رو انجام میدم و میخوام برای این سفارش مخصوص زمانهای اون رو داشته باشم، پس برای اون من ثبت سفارش مشتری میکنم. بعضی وقتا من یه سری در واقع مشتریامو که ثبت سفارش میکنم میذارم جمع بشه و بعد مثلا فردای اون روز سفارشات رو جمع شده مثلا به خط تولیدم میگم 10,000 تا تولید بکن، که این کار رو هم میتونیم از طریق این با توجه به ثبت سفارش داخلی جداگونه جلو ببریم. یا اینکه اصلا از قبل من تولید میکنم میذارم انبار بعد به مشتری میدم، و این کار رو هم میتونیم انجام بدیم که اگر من ثبت سفارش داخلی بکنم. خب بیاین فرض کنیم که یه مشتری اومده و من یه فاکتور واسش صادر میکنم. توجه کنیم که فاکتوری که صادر میکنیم در واقع میتونه تعداد زیادی محصول داشته باشه. مثلا یه مشتری تو یک فاکتور 3 نوع محصول مختلف رو در واقع ثبت بکنه. ما چیزی که توی این جداولمون ثبت میکنیم علاوه بر شماره مشتری یه دونه آیدی داریم اینجا، آیدی 1 تا، که به ازای هر محصول شماره فاکتور و نام محصول یک تا میشه. این شماره فاکتور و نام محصول. و من میتونم الان با سر مثلا شماره فاکتور T1 یه محصول دیگه هم اضافه بکنم. بیاین این کار رو بکنیم. مثلا فاکتور T1، حالا شخص مثلا آقای فلان بوده یادم نمیاد، مثلا مستر T، اینا همه میتونن قابل اصلاح هستن. نام محصول AA، حالا دسته و قیمت واحد و اینا همه خودکار خانش میشه. اگر بخواید چیزی رو ادیت بکنین کافیه پلاس این محصول رو بزنین، اطلاعاتش رو آپدیت بکنین یا یه دونه اصلا جدید وارد کنین، مثلا AA2 وارد بکنین و اد نیو بزنین. پس محصول رو میتونین از اینجا اطلاعاتش رو آپدیت کنین یا جدید بزنین یا کنسل بکنین، ولی اینجا رو دیگه دستکاری نکنین چون اینا فرمول هستن و خانش میکنه اطلاعات محصول رو که میارید و شما رو راهنمایی میکنه. میگه در حال حاضر من 2900 تا موجودی دارم از این محصولم و حالا چند تا میخوام واسه این طرف ثبت کنم. یه چیزی توجه کنید، وقتی یه دونه فاکتوری رو اینجا میزنیم، اگر من این فاکتور مثلا محصول AA رو من اینجا دارم، محصول AA رو دارم واسه آقای T1، واسه فاکتور T1،
من اگه بخوام اطلاعات مربوط این فاکتور رو بیارم، کافی این ریلود رو بزنم، میبینم که این T1AA 1200 تا از محصول AA رو خانش کرد. هر وقت یه شماره فاکتوری رو میزنیم، حتما واسه این که بخواین اطلاعات اون رو لود بکنین، باید نام محصول رو هم انتخاب بکنین. مثلا من تو اینجا واسه T4 و محصول BB یه دونه ثبت سفارش داشتم. پس من اگر T4 رو بخوام لود بکنم فاکتورش رو، باید بگم کدوم محصول رو هم میخوام. اینجا محصول BB رو انتخاب بکنم، رفرش رو بزنم، اطلاعات مربوط به این محصول، مثلا تعداد سفارش، تو کدوم فعالیت قرار داره، تاریخ ثبت سفارشش و زمان اتمام کار، تاریخ پرداخت اون، همه اینا رو میاره. پس این لود کردن رو. و اگر بخوام الان یه دونه جدید بسن واسه T1 بزنم که محصول B رو سفارش بده، اگر لود رو ریلود رو بزنم میبینیم که اینا رو خالی میکنه و میگه خب اینا رو باید جدید بزنیم. فرض کنیم که الان من موجودی هم ندارم از محصول بی، نام مشتری رو میتونم انتخاب بکنم و تعدادی که میخواد سفارش بده، مثلا 1000 تا داره سفارش میده، مالیات و درصد تخفیف اینا رو هم میتونیم بزنیم. اینجا ما یه فرمولی رو داریم که میاد از طریق اینا اینو ضرب میکنه و قیمت اولیه رو حساب میکنه که الان میشه 57000 تا. مبلغ قابل پرداخت رو هم اگر توجه کنیم، میاد این قیمت اولیه رو ضرب داره یکی منهای درصد تخفیف، مثلا 20% تخفیف میدیم، 80% رو میاد حساب میکنه، به اضافه مالیات میکنه که در مجموع اینجا میذاره، که اینا رو راحت اگر شما نحوه محاسباتتون متفاوت هست میتونید تغییر بدید فرمولشو، کاری نداره. خب گفتیم که اینجا الان من سفارش رو واسه این آقای تی میخوام ثبت کنم، یه مشتری هستش، مشتری خارجی هست، من داخلی چیزی رو ثبت نمیکنم. وقتی که اینا رو زدم، اول باید تاریخ سفارشش رو تعریف کنم. ببینید چون ما اینجا زمانها رو داریم مدیریت میکنیم و فاصله زمانی رو داریم تعیین میکنیم که ببینیم به هر فعالیت چقدر زمان طول میکشه، ما مجبوریم میلادی داشته باشیم که بتونیم این کلکولیشن محاسبات زمانی رو توی اکسل داشته باشیم. پس زمانها به صورت میلادی باید وارد بشه که بتونیم این محاسبات رو انجام بدیم. بعد از این الان من اگر اکنون رو انتخاب نکنم، میتونم سال، ماه، روز و زمان مورد نظر خودم رو قرار بدم. اما اگر این دکمه رو بزنم، تاریخ و زمان الان رو میاره. واسه این هستش که من میخوام سریع اطلاعات رو بذارم، هی نمیام انتخاب بکنم چه زمانی بوده، همین امروز رو خودش و همین زمان رو میاره. بعد بگم این 1000 تا سفارش رو من چطور میخوام به دست مشتری برسونم. اگر تولید الان در حال حاضر این 1000 تا رو من موجودی ندارم دیگه، اگر بخوام انبوه ببرم جلو، مثلا بیام همه این مشتری رو جمع بکنم، میتونم بگم از موجودی این رو حساب بکنم که منفی 1000 تا به موجودی من اضافه میکنم. اگر اینو الان ثبت بکنم، میبینیم که یه اوردر پلیس شد و توی قسمت محصولات من اینجا واسه محصول بی و بی منفی 1000 تا رو قرار داده، یعنی من 1000 تا بعد از این بی و بی تولید بکنم. و چون مثلا اینا رو گذاشتیم همینطور منفی شده، بعدن یه سفارش داخلی میتونم بزنم، مثلا یکی دیگه اومده، مثلا مستر دبلیو اومده دوباره بی بی 10000 تا سفارش داده، پس اینم میشه منفی 11000 تا جمع میشه دوباره ثبت سفارش کنم. یکی دیگه اومده 2000 تا سفارش داده، دوباره جمع میشه منفی 13000 تا. بعد در آخر فرداش یه دونه سفارش داخلی میزنم، سفارش داخلی رو میتونم برای مثلا یا اینجا انا از قبل زدم فور استاک مثلا اینو انتخاب بکنم. شما میتونید هر چیزی که حالا بهتون یاد میدم چطور میتونید ادیت بکنید، و بعد فور استاک رو بذارم و بعد بگم که آقا من الان میخوام 1000 تا تولید بکنم دیگه، از تولید کردن میرم جلو. گفتم که اولا که اینم باید شماره تولید رو تغییر بدم دیگه، فاکتور ندارم، مثلا تست 1 میزنم، ریلود میکنم اول، خب که اطلاعات به روز بشه. الان نگاه کنیم موجودی الان فرستوک، من از تست 1 قبلا داشتم بیبی به خاطر همین. خب یه چیز دیگه میذارم، مثلا پروداکشن پرو 1 میذارم. خب بعد اینو ریلود میکنم. خب الان همه تخلیه شد اطلاعاتش. بعد اینجا فرستوک رو مثلا انتخاب میکنم، شما میتونید برای هم بار مثلا بدید.
بنا من میرم موجودی الانش اینم باید داخلی انتخاب بکنم چون میخوام تولید انبوه بکنم دیگه، مثلا جمع شده الان منفی 1000 تا موجودی هست دیگه، میخوام 1000 تا برسونمش که موجودی من به صفر برسه، حداقل بگم که کمبود ندارم. این واسه تولید انباشته هستش که من جمع کردم سفارش ها رو، حالا میخوام تولید بکنم، اینجا تولید کردن رو کلیک میکنم و بعد ثبت سفارش میکنم. خب الان اگر بیام توی قسمت محصولاتم میبینم که 3000 تا در حین تولید از بی بی هستش، یعنی در حال تولید هستن چون از قبلم زده بودم، تست زده بودم و منفی 1000 تا هنوز موجودی دارم. خب بیایم اینجا این رو بر فرض ببریم جلو. خب از فرداش من میام چک میکنم آقا این شماره تولیدی که دارین اولین گام فرایند رو، فعالیت من رو تو چه زمانی تموم کرده. اینجا میتونم زمان اکنون رو ببرم جلو. فقط توجه کنین که اگه اینو میزنین باید بزرگتر از این باشه. الان این اگر ثبت بکنیم اولین اکتیویتی من ثبت شدش، یعنی از سفارش تا تامین مواد، از سفارش تا تامین مواد اولین فعالیت من هستش. من اینو دوباره میتونیم زمان رو راحت تیک بزنیم و همین الان رو انتخاب بکنیم و مثلا چون اینا رو همون لحظه میتونیم لود بکنیم دیگه، مثلا فرداش اومدم مثلا تعداد سفارش رو مختلفی زدم اینو رو لود میکنم، حالا میخوام فعالیت مثلا اولش رو ثبت کنم، تعداد تولیدش هم میگن خود تو فعالیت اول 1000 تا تولید کرده، بر اساس مقیاس محصولیتون میرین جلو، 1000 تا به اندازه 1000 تا از این محصول نهایی تولید کرده. چه شیفتی کار میکرده؟ شیفت روز بوده، عصر بوده، یا اگر توضیحاتی هم دارین اینجا میتونیم بنویسیم و بعد ثبت رو بزنیم. خب فعالیت به روز شد و ثبت شدش. حالا فرداش مثلا من الان رفتم چیزای دیگه رو زدم، تست یک رو مثلا بیاریم، رفتم اینو آپدیت کردم، بعد تی یک رو آپدیت کردم، همه اینا رو آپدیت کردم، بعد فعالیت دوباره پروژه رو میخوام آپدیت کنم. فعالیت پروژه رو دوباره بعد اینو لود بکنم، این داخلیش هم اومد، میام فعالیت بعدی رو، حالا میخوام اینم زمانش رو ناکن تیکش برداشته شده و در واقع میتونم ادیت رو بزنم، یا اینکه اگر بخوام دوباره اکنون رو بزنم، این 5:03 شدش که میخوام مثلا بگم 18. خب بعد از این دوباره مثلا شیفتی بوده، شیفت عصر مثلا میزنم و بعد ثبت رو میزنم. باید دونه دونه این فعالیت ها رو ببریم جلو. مثلا من الان این رو سری میبرم جلو، بعد ثبت رو میزنیم، هر کدوم از اینا رو هر روز میان ریلود میکنین و اطلاعاتش رو میبرین جلو. اینطوری میتونین زمانهایی که هر کدوم از این فرایندها طول کشیده رو به دست بیارین و گزارش جامعی بگیرین از این در واقع اکسلتون که ببینین گلوگاه ها کجا هستش، چقدر زمان برده، چقدر تولید کرده، هر شیفت کاری کاراییش چقدر بوده. مثلا این شیفت شب بزنیم دیگه. خب وقتی که این فعالیت ها رو میبریم جلو تا به فعالیت آخر برسیم، ثبت رو بزنم باز، توجه کنین که الان ساعت 23 شب هستش، اگر بخوام ساعت 1 صبح رو بزنم باید روز کاریم رو یکی ببرم جلو دیگه، چون میشه 15 هم دیگه از اینجا ببرم. خب ثبت رو میزنم، یعنی 1 صبح ثبت شدش و بعد بسن 2 صبح. این یه نمونه رو کامل با هم بردیم جلو که همه فعالیت ها رو دیده باشیم. در آخر 3 صبح. پس من ساعت 5 بعد از ظهر روز 14 هم ثبت کردم، تا 3 صبح فرداش داشتم این رو تولید میکردم. خب بعد میتونیم تاریخ پرداخت و اینا هم به راحتی اینجا بزنیم تو چه روزی، مثلا وضعیت پرداختش پرداخت نشده است، رسید پرداختش رو تعریف کنیم، توضیحات اضافه و ثبت بکنیم که این هم میاد توی در واقع جدول سفارش ثبت میشه. وقتی که شما فعالیت های مربوط به یک سفارش رو بردین جلو، توی قسمت جدول تولیدات میتونین اون فعالیت ها رو ببینید. خب همه فعالیت ها واسه هر سفارش شما اینجا ثبت میشه و شما میتونین همه اینا رو ببینین که هر فعالیت تو چه تاریخ برای چه در واقع
فاکتوری رفته جلو، تو چه زمانی تاریخ سفارشش بوده، نوع سفارش، محصول و همه اینا ثبت میشه و داری میشه. توی جدول سفارشات هم اطلاعات مربوط به هر سفارش ثبت میشه. خب بعد از اینکه اینا رو بردیم جلو، اگر توجه کنین من ثبت که زدم الان توی انبار من موجودیم شده صفر، اون منفی 1000 دیگه نیست. چرا؟ چون اون 1000 تای چیز رو در واقع من از سفارش که داده بودم رو اونجا با اون یر به یر کردم، الان صفر شده و 2000 تا هم در حین تولید، یعنی من 1000 تا رو تولید کردم رفتم ریختم تو انبار و دادمش، در واقع قبلا فروختمش دیگه به اون مشتری که داشتم. این واسه تولید انباشته هستش که من جمع میکنم. اما اگه من یه مشتری داشتم مثلا محصول دی رو بخواد سفارش بده و محصول دی رو 1000 تا مثلا سفارش بده، من براش برم تولید بکنم مخصوص این طرف، کافی اینجا ثبت رو بذارم و بعد یا فرآیندها رو ببرم جلو براش و اینجا دیگه مخصوص این دارم میبرم جلو و موجودی الان اینم البته منفی 2000 تاست، من براش تولید بکنم و بعد بهش تحویل بدم. خب اینم از در واقع نحوه ثبت سفارش و نحوه جلو بردن فرآیندها و نحوه پرداخت. تو قسمت محصولات رو هم توجه کنین که من اینجا میتونم فیلتر بکنم بر اساس نقطه تولید، من میتونم نقطه تولید مجدد داشته باشم، بگم آقا به صفر نرسه، همیشه 500 تا تو موجودی من داشته باشم و اگر این رو در واقع نقطه موجودیش الان گذاشتم 500، یس که میبینم باید اینجا تولید بکنم که میتونم بعدم فیلتر بکنم روی یس ها. ولی توجه کنید وقتی که دارین با این اکسل کار میکنید، اگر جداول رو فیلتر میکنید حتما همون لحظه دوباره فیلترش رو پاک بکنید و کلیر فیلتر کنید، اینجا کلیر فیلتر رو بزنید، چون وقتی که داریم از این اکسل استفاده میکنیم اکثر جاها ممکنه مثلا کدمون به مشکل بر بخوره و حتما فیلتر رو باز کنید. خب توی گزارش سفارش ها کافیه من بیام اینجا بروز رسانی رو بذارم اول، بعد که بروز رسانی کردم این گزارش های من بروز میشه، گزارش مربوط به سفارش ها هستش. میتونم تاریخ مد نظرم رو اینجا فیلتر بکنم یا اینکه گزارش هفتگی بگیرم بر اساس هفته فیلتر کنم یا فقط بر اساس محصول ببینم و فیلتر بکنم. به راحتی همه اینا رو میتونم انتخاب بکنم و یه گزارش جامع از اینکه چقدر من سفارش داشتم، چقدر پرداخت داشتم، چقدر حتی تأخیر داشتم، چقدر سفارش داخلی، چقدر سفارش خارجی. ببینید این اکسترنال اینترنال همون مشتری و داخلی من هستن، چون توی وی بی ای ما اونجا داریم کد میزنیم فارسی زیاد متوجه نمیشیم، مجبور بودیم اینا رو انگلیسی بذاریم. خب این هم در واقع درصد تأخیرهای نمودار خیلی جالبی هستش که میگه آقا چقدر من در جریان تولید دارم، در حال حاضر سفارش در جریان دارم، چقدر در زمان دادم، آن تایم بودم و چقدر دیلی داشتم و هر کدوم از در واقع مشتری تاپ مشتری من چه تعداد سفارش داره، از بیشتر به کمتر هم اومده سر شده و مقدار سفارش از هر محصولم چند بوده. یه گزارش جامع خوب. توی قسمت بعدی گزارش ساخت رو میبینیم که من میبینم مقدار تولیدم چقدر بوده، میانگین زمان تولیدم و انحراف میارم به ازای محصولات مختلف. اول باید به روز رسانی رو بزنیم پی دی اف هم که یه گزارش پی دی اف بده و اینجا میتونیم بر اساس زمانهای مختلف این گزارش رو فیلتر کنیم و همچنین محصول و هفته. اینجا هم همینطور محصول، هفته و زمان و میاد میگه هر شیفت چقدر تولید کرده، میانگین زمانش چقدر بوده، انحراف معیار زمانیش چقدر بوده و حتی بر اساس فعالیت میتونیم فیلتر کنیم که ببینیم آقا تو هر شیفت این فعالیت چطور عمل کرد داشته و حتی چند تا میتونیم سلکت بکنیم با گرفتار کنترل کیبورد و فیلترش رو باز کنیم. خب بعد میتونیم توی قسمت بعدی میانگین زمان هر فعالیت رو ببینیم که هر فعالیت الان مثلا نکنه از ساخت به بسته‌بندی، یعنی در واقع ساخت بیشترین زمان رو گرفته و بعد از سفارش تا تامین مواد هست که خیلی داره زمان میگیره، اینا گلوگاه‌های من هستن و اینجا میتونم مقایسه زمانی کنم یا دوباره فیلتر کنم روند در واقع زمان‌ها رو ببینم. الان من روند از ساخت به بسته‌بندی رو بخوام ببینم
اینجا فیلتر بکنم از ساخت به بسته بندی و بعد اوکی کنم، میتونم نمودار یا روند اون رو در طی زمان ببینم که چقدر در واقع من اینجا تونستم کاهش بدم زمان تولیدم رو. حالا تو شیفت‌های مختلف اگر خواستم ببینم، کافیه که فیلتر بکنم بر اساس شیفت‌های مختلفی که داشتم. خب اینم گزارش جامع و خوبی که در واقع داشتیم. فقط یه مقدار اینجا مثلا دو اینا که میاد به خاطر این هستش که من یه سری دیتای تست زدم که اینا رو اگر ریموو بکنیم بعدن که می‌خواید استفاده کنیم همه اینا درست میشه. خب بعد میره گزارش تولید که میگه آقا من چقدر تولید داشتم، یه فیلتر میکنین اینجا. فقط باید توجه کنین که اگر شما داری از مثلا انباشته داری میری، دقیقا این مجموع سفارش منهای در واقع سفارشات از دست رفته مقدار تولید تو هستش دیگه در حال حاضر. حالا من اینجا کنسل شده ها رو در واقع فالس کردم که نشون نده اونایی که کنسلن، و نوعش رو اگر فقط شما انباشته دارین میرین اینترنال باید انتخاب بکنین، اما اگر باسه این اکسترنال ها هم دارین تولید رو میزنین، مثلا یه نوع دیگه هست که من باسه اکسترنال هم تولید میزنم، باسه بقیه هم تولید میزنم و بعدا اینا رو یر به یر میخوام بکنم، که باید اینا رو مثلا جدا در نظر بگیم که همه امکانات هست. یعنی یه مقدار مثلا میتونین خلاقیت داشته باشین توی زدن سفارشتون. قسمت بعدی خیلی مهم اون تنظیمات هست. شما میتونید اولا که ذخیره کنین جداولتون، مثلا یک سال زدین، خب این اکسل سنگین میشه بعد از یه سال یا دو سال دیگه. خب میتونین جداولتون رو یه بکاپ بگیرین، یا اصلا خوب هر سه ماه یه بار یه بکاپ داشته باشین، یه بکاپ بگیرین که از این جداولتون کپی میکنین میذارین توی یه اکسل دیگه ای. دکمه بعدی مهم پاکسازی جداول هست، که اینو وقتی که میخواین از این اکسل برای بار اول استفاده کنین حتما پاک بکنین و دیتاهای خودتون رو وارد کنین، چون با این تستا قاطی نشه. بعد شیفت کاری، بعضی روزا عصر و شب دارن، بعضی اسمای دیگه دارن که میتونن اینجا تغییر بدن. نام فعالیت هاتون رو میتونین اینجا بذارین. شما میتونین بر اساس فرایند برین جلو، مثلا بگین آقا فرایند سفارش، فرایند مثلا تامین، فرایند تولید، فرایندی برین جلو. میتونین فعالیتی برین جلو، این ریز و درشت کردنش یا دست خودتونه. میتونین واحدی هستن برین جلو، دست واحد تولیده، دست واحد فنیه، دست واحد مثلا فلانه. میتونین هر چند تا خواستین فعالیت تعریف بکنین. مهمترین قسمت اینه، اینو باید درست تعریف بکنین. اولین فعالیتی که شروع کننده فرایند شما هست رو باید تعریف بکنین با استارت، نباید لغت دیگه باشه، دقیقاً استارت. این هم باید دقیقا میدل باشه به این عنوان، که به این صورت که تمام فعالیت های میانی رو میدل بزنیم، و فعالیت پایانی حتما باید اند باشه. بر اساس این استارت و اند هستش که ما متوجه میشیم میزان فعالیت شما، فرایند شما چقدر طول کشیده و هر فعالیت چقدر زمان برده. پس این اند خیلی مهم هستش که شما آخرین فعالیتتون که میخواییم بگین زمانه تولید من چقدر بوده بر اساس اون محاسبه بشه، اینجا تعریف میشه و حتما این اندو بزنیم. بعدی هدف هستش، اون دیلی که ما میگفتیم چقدر تأخیر داریم بر اساس این هدف تعریف میشه. از زمانی که سفارش گرفته میشه تا زمانی که محصول تولید بشه، این تعداد روزها رو شما به عنوان هدف بذارید. مثلا اینجا دو قرار داده شده، یعنی من از زمانی که سفارش گرفتم تا زمانی که محصول من به این انده برسه، اگر بیشتر از دو روز طول بکشه اون وقت تأخیر داشتم، اما اگر کمتر از دو روز طول بکشه اون وقت آن تایم بودم، در زمان درست اینو بهش رسوندم و دیلی یا تأخیر نداشتم. و توجه بکنین که این دو روز دقیقا با ساعت، یعنی 48 ساعته و ساعت و دقیقا هم توش مهمه. پس دو روز یعنی 48 ساعت دقیق بعد از ثبت سفارش شما، از زمان سفارش تا زمانی که من آخرین فعالیتم رو انجام بدم. وضعیت پرداخت هم که اینجا میتونین تغییر بدین به چیزی که میخواین. ماها رو کاری نداشته باشین، چون گفتیم که ما بر اساس زمان میلادی، ماه میلادی است که محاسبات زمانی رو انجام میدیم. و نام مشتری، که این رو میتونین وقتی که پاکسازی جداول رو بزنم، که اینم باید اینجا میگه من محصولات جدول محصولاتتون رو پاک کنم، چون خیلی وقتا ما میخوایم داده ها رو پاک بکنیم و تا اکسلمون سبک بشه، ولی نمیخوایم محصولاتمون پاک بشه.
چون محصولات رو همینطور تو اکسل دیگه هم استفاده میکنم، مثلا سال یه بار میخوایم این اکسل رو پاک بکنیم، اون وقت میتونید نو بزنید تا محصولاتتون پاک نشه، اما تحت اون شرطی که 0-0 میخواین اکسل رو، این رو هم یس بزنید و بعد اوکی کنید. خب و بعد بیایم اینجا میبینیم که نام مشتری من هم پاک شده، که اینجا میتونید نام مشتریاتتون رو از اول بنویسین، یا اینکه مثلا وقتی که دارین ثبت سفارش میکنین توی اینجا، اگر این رو یه ثبت بزنین میبینیم که این کاستومر هم اد شده فرستار، پس خودکار هم اد میشه. البته اینجا چون من پروداکت ها رو پاک کردم، اینجا میگه هیچ پروداکتی واسه دیدی وجود نداره، باید یه دونه اضافه بکنی پروداکت دی رو. این هم از در واقع تنظیمات من هستش. پس نام مشتری هم میتونم اینجا بزنم. اینجا نت برای نمایش به مشتری هست، پس زمانی هستش که من اینجا میخوام این رو انتخاب بکنم چی نشون بده، اینجا شماره تولید و دلیل تولید نشون میده، اینجا شماره فاکتور و نام مشتری، که اینا میتونیم اینجا در واقع توی تنظیمات تغییر بدیم. خب دیگه نکته خاصی نداره این اکسل و در واقع همین موارد بودش که میتونین ازش استفاده بکنین. ولی خب خیلی کارهای دیگه هم میشه باش کرد که یه مقدار مثلا میتونین مثلا واسه تولید انباشته، تولید تکی و اینا ازش استفاده بکنین. ممنون از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.